بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان، حاضران و غایبان. برای همگان سال نو رو سالی پر سرور و پر نور و پر شکوه آرزو میکنم و امیدوارم که برکات اولیاء حق بر ما ریزان باشد و دستمان از نعمات الهی پر و پرتر گردد. برای مردم کشور خودمان هم آرزوی شادکامی دارم. امیدوارم که رفع تنگناها بشود، دشواری هایی که علل خصوص در سال گذشته برای آنها پیش آمد رفته رفته برطرف بشود و این سایه شوم به کناری برود و آفتاب سعادت طالع شود و ما انشالله لبهای خندان و خنده های بر لب هموطنان خودمون رو شاهد باشیم انشاءالله. در شرح داستان اعرابی و خلیفه بودیم، به بخش‌های پایانی داستان نزدیک می‌شویم و مولانا در این بخش‌های پایانی چنان که گفتم نه مشت مشت بلکه خرمن خرمن معارف و حکم برای ما به ارمغان می‌آورد. رسیدیم به اینجا که کل عالم را سبو دان ای پسر، کو بود از علم خوبی تا به سر. اینها رو خوندیم و اینکه گنج مخفی بود سپری چاک کرد، توضیحاتی رو در این باب آوردم. و بیت پایانی این قطعه، نه سبو پیدا در این حالت نه آب، خوش ببین والله اعلم بالصواب، که حکایت می کرد از وحدت وجود یا وحدت شهود. یعنی وقتی که عارفی چشم وحدت بین خود رو می گشاید، چشمانی که با سرمه توحید وحدت بین شده است، اونگاه در جهان همه چیز رو یک پارچه می بیند که اتصال دارند. انفصالی در این عالم نمی بیند، افتراق و اختلافی نمی بیند، چنان پیوستگی و در هم تنیدگی و اتحاد و ائتلاف است که او رو وادار می کند که شکستگی خم رو عین درستی او و تندرستی او بداند. مولانا به ما گفت که عقل جزوی را نموده این محال، برای عقل جزوی درک این معنا و تصدیقش ناممکن است. ولی آدمی اگر از عقل جزوی، یعنی خرد خردبین، بگذرد و به خرد کلی بپیوندد، آنگاه این درک کلی و جامع و توحیدی رو خواهد داشت. نه سبو پیدا در این حالت نه آب، خوش ببین والله اعلم بالصواب، چون در معنی زنی بازت کنند، پر فکرت زن که شهبازت کنند. در معنی زدن یعنی از صورت عبور کردن، یعنی از لفظ عبور کردن. جای دیگری مولانا داره میگوید که اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. ممکنه آدمیان برای خدا اسمهای مختلف بگذارند. ما تصور کنیم که معبودهای مختلف رو میپرستند، اما چون به معنا رفت آرام افتاد. اگر به معنا توجه کنیم، الفاظ رو، ظواهر شرایع رو کنار بگذاریم، میبینیم که گویی همه به سوی یک مقصد روانند. لذا شرط است که شخص عارف پوسته ها رو بشکافد، صورت ها رو بگدازد و لفظ ها رو به کناری بزند و به سوی مغز برود که همان معناست. پر فکرت زن که شهبازت کنند. برای اینکه شهباز بشی، شاهباز بشی، یعنی باز شاه بشوی که روی دست و بازوی شاه می نشیند و مکانت و منزلت بلندی نزد سلطان دارد، باید با پرهای فکر بپری. فکر نزد عالمان ما، خصوصا عارفان ما، معنای متفاوتی دارد با اونچه که ما متعارفن و عرفن به کار میبریم. خب فکر احتیاجی به توضیح نداره، فکر کن، فکر میکنیم چنین و چنان. عمدتا فکر عبارت است از برهم چیدن مقدماتی برای رسیدن به نتایج. به قول مرحوم الله هادی سبزواری در
منظومه فلسفی خیش میگوید که الفکر و حرکت و الال مبادی و من المباد الال مرادی. فکر رفتن به سوی مقدمات است، مبادی و از مقدمات حرکت کردن به سوی مراد، یعنی به سوی نتیجه و مقصود. خب تفکر همین است دیگه. حالا این مقدمات میتواند مقدمات عقلی باشه، میتواند مقدمات تجربی باشه، هر چه میخواد باشه، اونها رو شما رو بر هم میانبارید و با هم ترکیب میکنید و از دل این ترکیب یک وجود تازه‌ای به وجود میاد. شکل خیلی صریح و ساده اون عبارت است از همین قیاسات منطقی که ما از دو مقدمه صغرا و کبرا به نتیجه میرسیم، بعد این نتیجه رو مقدمه یک قیاس دیگری میکنیم، بعد نتیجه اون رو مقدمه قیاس دیگری میکنیم. گاهی 10 تا 50 تا از این مقدمات و نتایج رو بر هم مینشانیم، ترکیب میکنیم تا به یک نتیجه نهایی برسیم. ذهن آدمی گاهی بسیار سریع عمل میکنه، از مقدمه نخست هنوز نگفته با ف میره به فرانسه. این رو میگن هوش در اصطلاح گذشتگان، که مقدمه رو که شما هنوز نگفتی او نتیجه رو میگیره، نتیجه بعدی و نتیجه پنجاهمی رو هم میگیره. این رو گذشتگان هوش یا حدس مینامیدن. حدس، اون که ما امروز حدس به معنای گمان و تخمین و اینا به کار میبریم، در اصطلاحات فلسفی عبارت بود از عبور سریع از مقدمات و رسیدن به نتایج، به اصطلاح سرعت انتقال، این رو حدس میگفتن و از جنس فکر کردن، گاهی فکر کنده گاهی تنده الی آخر. ولی در اصطلاح عارفان ما، اونطوری که مرحوم شیخ محمود شبستری در گلشن راز آورده است، میگوید تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جزوندر بدیدن کل مطلق. تفکر نزد عارفان ما معناش این است، از باطل به حق رفتن و در جزو کل رو دیدن، یعنی چنین چشمی رو باز کردن که شما وقتی که جزئی از چیزی رو میبینید بتوانید پیوستگی او رو با کل پیدا بکنید و اصلا جزو آینه کل باشد برای شما. و این کل به معنای کل منطقی هم نیست، به معنای کل وجودی است، همونطوری که عارفان میگفتن، یعنی یه موجود بزرگتری که خودش رو در این آینه کوچک نشان داده. این رو میگفتن تفکر، یک چنین حرکت از جزء به کل رو، اون هم نه تفکر از طریق سیر بر مقدمات. به همین سبب چون معنای تفکر نزد فیلسوفان سیر از مقدمات به نتایج بود، خداوند رو متفکر نمی نامیدن. خداوند صفت عالم دارد، نه به او عاقل میگوییم. این اوصاف گرچه در آدمی هست اما بر خداوند صادق نیست، رحیم و مشفق و اینها در آدمی هست، بر خداوندم صادق، اما عاقل و متفکر و امثال اینها، چون متضمن یک پروسه هایی است که این پروسه ها در یک ذهن بشری و در یک کانتکست انسانی فقط صورت میگیره، لذا قابل انطباق بر ذات باری نیست. حالا که مولانا میگوید که پر فکرت زن که شهبازت کنند، معناش اینه، یعنی این نوع از تفکر رو آغاز کن، که در واقع تفکر مفهومی نیست. تفکر مفهومی همون استنتاجات منطقی است که عرض کردم. این تفکر در نوعی شهودگراییه، یعنی شما باید آماده بشوید برای اینکه مشاهده کنید در آینه جزء کل را. مولوی یک دستورالعملی هم به ما میدهد در دفتر ششم، ظاهرا میگوید که اینقدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید آن افسرده ساز. میگه برای تو توضیحاتی دادیم، ممکنه اکنون اون رو در نیابی، فکر بکن، اما اگر در نیافتی چی؟ برو ذکر کن. ذکر یعنی دقیقا همین خودت رو در محضر خداوند قرار بده. ذکر نه اینکه ذکر بگو با تسبیح، یعنی مایندفول باش و ذهن خودت رو بیدار کن. ذهن هم که نه، اینجا اون قوه‌ای رو که ما ورای ذهن است،
اون رو از طریق قرار دادن خود در مواجهه با خداوند که کل مطلق است. خودت رو آماده کن، چنان کن که روح تو آمادگی بیشتری پیدا بکنه، این آینه صیقلی تر شود. وقت در اون موقع این سخنانی که من میگویم در او انعکاس و تابش پیدا خواهد کرد. ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید آن افسرده ساز. در قرآن هم ما کلمه فکر داریم. حالا اینکه آیا فکر به معنایی است که فیلسوفان گفتن، به معنایی است که عارفان گفتن، بر من روشن نیست. و اینکه دقیقاً آیات رو چگونه باید معنا کرد، ولی در آیات پایانی سوره آل عمران که فکر و ذکر اتفاقاً در کنار هم قرار میگیره، یک مجموعه خیلی جالبی رو به نمایش میگذاره. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. در باب در وصف اولوالالباب میگوید. اولوالالباب خردمندان و خردورزان، کسانی هستند که خابیده، نشسته، ایستاده ذکر خداوند میکنند. همراه با ذکر خداوند فکر در خلقت میکنند و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. بعد ذکر که میکنند، فکر هم که میکنند در خلقت آسمان ها و زمین، به چه نتیجه میرسن؟ به این نتیجه که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خداوندا این دستگاه خلقت بیهوده است. یعنی روانه به سوی غایت است و ما هم وظایف و تکلیف هایی داریم. پس ببینید، داستان فکر آدمی رو باید به اینجا برسونه. اگر فکر شما رو به حق نرساند و به باطل رساند، اون دیگه فکر نیست، اون یک حرکت شیطانی است. تصور وهم است. تصور میکنید که فکر کرده، چون اگر فکر منطبق با واقع باشه شما رو به واقعیت میرسونه و واقعیت این است که این جهان بیهوده آفریده نشده است، خداوندی هست و غیره. اما اگر به طرفهای دیگری شما رو برد، یک جا و چند جا لنگی وجود دارد. پس حالا مولانا اشاره می کند که پر فکرت زن که شهبازت کنند، پر فکرت شد گلالود و گران زن که گلخاری، تو را گل شد چو نان، نان گل است و گوشت کمتر خور از این تا نمانی همچو گل اندر زمین. سر این که فکر کند میشه و نمی تواند سریع حرکت کند این است که آدمی گلخار است. گلخار است اینجا البته کنایه است از این که هوس و تمنای لذات مادی داره، اصلا به خود نمی پردازد، به چیز دیگری که ورای اوست و بیگانه با اوست می پردازد. موارد دیگری زیاد سخن داره مولانا که آدمی مثل عیساست که بر خری نشسته است. اون عیسا کیست؟ روح ما. اون خر کیست؟ بدن ما. بعد می گوید همی میردد عیسی از لاغری، تو در بند آنی که تن پروری، خر پروری، ببخشید، تو همه خوراکا رو به خر میدی که اون تن باشه. عیسی از بی خوراکی داره میمیره، به او غذا نمیدی، غذاها رو همه رو به تن میدی. یعنی در طول روز باید فکر کنی که این مقدار خوراکی که به بدن میرسانی که لازم هم هست، به شرطی که آدمی پرخوری نکنه و افراط و اسراف نکنه، خب چه فکری برای غذای روح کردی که محتاجتر است و تو به او محتاجتری و مهمتر است. این است که مولوی میگه که پر فکرت شد گلالود و گران، نمیتونی پر بزنی، پرت گران شده. چرا؟ زان که گلخاری، تو را گل شد چو نان، مثل نان گل میخوری، یعنی مثل غذای واقعی داری غذاهای کاذب میخوری. نان گل است و گوشت، همین غذاهای متعارف، کم تر خور از این تا نمانی همچو گل اندر زمین. اینکه اینجا قصه پر زدن و گلالود شدن پر و سنگین شدن بالها و ناتوانی از پریدن و باز بازوی سلطان شدن رو بیان میکنه، بعد به یاد قصه میفتد، یعنی مسئله خوردن و ناخوردن و جوع و فقر و درویشی که خب جزو تعلیمات اصلی مولاناست.
اشاره میکنه که بعضی ها این چنینن، چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بد پیوند و بد رگ میشوی، به زبان ساده عصبانی میشی وقتی خیلی گرسنه میشی و قند خونت پای میفته، دیگه تا و تحملت رو از دست میدی و میخوای به سر همه فریاد بکشی تا دو لقمه بخوری باز تعادل خودت رو بازیابی. این مال وقت گرسنه شدنه، چون شدی تو سیر، وقتی خوب خوردی و معده رو پر پر کردی مرداری شدی، بی خبر بی پاچ و دیواری شدی، دیگه نمیتونی حرکت بکنی، از فرط پری شکم چالاکی از تو گرفته میشه، نه فقط چالاکی جسمی بلکه چالاکی فکری، برای اینکه پرخوری به کند ذهنی هم منتهی میشود. یکی از کلمات منصوب به مولا علی این که البتنه تو تذهب بالفتنه، بتنه یعنی پرخوری، شکم رو پر کردن، فتنه با تا فتانت، زیرکی رو میبرد. یعنی انسان برای اینکه حافظه خودش رو حفظ کنه، زیرکی خودش رو حفظ کنه، سرعت انتقالش رو، هوشش رو، تعقل و تفکرش رو، واقعا باید سر معده رو قدری خالی نگه داره. پرخوری خب ممکنه لذت موقت و آنی داشته باشه که داره، اما این عوارض و عواقب ناگوار بعدی رو هم داره. خب اینجا در حقیقت مولانا داره توضیح میده که آدمی چقدر ضعیفه و چقدر باید روی خودش کار کنه. انسانی که با یک لقمه کمتر خوردن سگ میشه، با یک لقمه بیشتر خوردن مردار میشه. چقدر این تحول سریع انجام میشه و چقدر فاصله بین این دوتا، این حالت کمه، و چگونه آدمی ضعیف معرض این احوال متضاد و متناقض قرار میگیره و رعایت کردن حد اعتدال چقدر نیکوست. پس دمی مردار و دیگر دم سگی، چون کنی در راه شیران خوشتکی. تا که یک گاه یک لحظه مردار، یک لحظه سگی، چگونی میتونی همراه با شیران بشی و با اونها به پیش بتازی؟ لنگ میزنی، عقب میمونی و عاقبت هم فانی میشوی. آلت اشکار خود جز سگ مدان، کم ترک انداز سگ را استخوان. این توصیه به جو است، به تجوع است، که جزء تعلیمات اصلی عموم صوفیان است و گفتند که مولانا هم هنگام وفات وصیت که کرد این بود: علیکم به قلت الطعام و قلت المنام و قلت الکلام، کم بخورید و کم بگویید و کم بخوابید. برای اینکه پرخوری آدم رو هم خوابالوده میکنه، برای اینکه پرگویی آدم رو توهی میکنه و سکوت همراه با تفکر آدمی رو پر میکنه، و کمخوری هم کمترین فایدهش این استش که هم چالاکی بدنی میاره هم چالاکی فکری. منتها این توصیه رو که میکردن این بزرگان و توصیه به حقی هم بود، در این حال خودشون هم مراقب بودند که به مریدان و به پیروان بگویند که در گرسنگی خوردن هم حد اعتدال رو رعایت کنید، برای اینکه افراط اگر بکنید اونگاه موجب زوال عقلتون میشه. و به قول اون صوفی گفت: خداوند ولی ناقص العقل نداشته است. فکر نکنید با کم خوردنی که منتهی به زوال عقل بشه اونگاه شما جزو اولیای خداوند در خواهید آمد. نه خیر، اولیای خداوند باید عاقل باشن، خردمند باشن، فهیم باشد. مواظب باشید که از سوی دیگر دچار تفرید نشوید. آلت اشکار خود منظور بدن است. میگه این آلتی که، ابزاری که برای شکار خوراکی ها به کار میبری، در حکم سگ است. پس کم ترک انداز سگ را استخوان، کم تر جلو این سگ استخوان بینداز. یعنی این سگ رو هم به کم خاری عادت بده که هر لحظه گریبان تو رو نگیرد و نگوید که بازم بده، مثل معده دوزخ که حل من مزید، هی از تو بیشتر و زیادتر بخواهد. عادتش بده که قناعت کنه، عادت بده که به اندازه بخوره و اندازه بردارد. خب این معنای زهد است، معنای قناعت است، همه اینها با یکدیگر هست. و این قناعت که در مقابل اسراف قرار میگیره، نه تنها به آدمی کمک میکنه، به دیگران هم کمک میکنه. این آقای نوح حراری یکی از حرفایی که میزد در باب مدرنیته
میگفت امروز دیگه مردم از گرسنگی نمیمیرن، از سیری میمیرن. و این خیلی حرف مهمی است، نکته متنبه کننده است. به دلیل اسراف، به دلیل کاپیتالیسم، به دلیل تولید بیرویه، به دلیل مصرف بیرویه، همینطور هم میخورن هم اسراف میکنن، بقیهش رو هم به دور میافکنن. شکمهای گرسنه جاهای دیگری هست، اما در اینجا متاسفانه شکمهای سیر پروای اونها رو که ندارن، هیچی پروای طبیعت رو هم ندارن، همه چیز رو نیم خور توفاله میکنند و دور میریزن. بله، امروزه در اثر این رشد ثروت بی امانی که مخصوصا در کشورهای کاپیتالیستی هست، بیشتر مردم از سیری میمیرند تا از گرسنگی. بسیاری از این بیماری ها که پیدا شده هم از کم تحرکی است، هم از پرخوری. و شما میبینید که طبیبان هم معمولا با مردم همراهی میکنن. من از خیلی طبیبان شنیدم میگن آقا خب quality of life، یه عده‌ای میخوان از زندگیشون لذت ببرن، ما نباید اونا رو منع کنیم، بگیم که این رو نخور، اون رو نخور، الکل نخور، قهوه نخور، این اون. خب پچی پس چه خاکی به سرشون بریزن؟ نه، بخورن به اندازه. با وقت ما بهشون قرص میدیم، دارو میدیم، این میدیم، اون میدیم. چربی بود اضافه شد، چربی رو ساکشن میکنیم، بیرون میکشیم، اندامشون رو هم معتدل و متعادل میکنیم و غیره و غیره. این وعده هایی که بعضی طبیب های شارلاتان میدن، یعنی طب در مواردی که بدل به شارلاتانیزم می شود چنین وعده هایی رو به مردم می دهد، متاسفانه اولا از کمالات روحی اونها رو باز می دهد، از سلامت جسمانی هم اونها رو باز می داره، طبیعت رو هم توفاله می کنه، چیزی برای نسل آینده نمی گذاره و شکمهای گرسنه رو هم فراموش می کنه و به فراموشی می سپارد. یاد سخنان اون فیلسوف آمریکایی آقای پیتر سینگر می افتم که امروزه حالا به تعبیرات مذهبی حرام است زندگی لاکچری، یعنی آدم باید به اندازه کفاف بردارد، بیش از او جایز نیست عقلا. و اگر پیامبری امروز ظهور میکرد، قطعا در مقابل این ازدیاد مصرف، مصرف بیرویه، مقاومت میکرد. حتما یکی از تعلیماتش قناعت بود، یعنی قناعت رو واجب میکرد، نه اینکه الان به صورت یک اصل اخلاقی وجود داره و عموما هم به او توجهی نمی کنن به خاطر اینکه خب هواها و هوسها نمیگذاره دیگه. از دیدگاه عرفانی و معنوی بخواید نگاه کنید، همین میشه که مولوی گفت، چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بدپیوند و بیرگ میشوی، چون شوی تو سیر مرداری شوی، و بی خبر بی پاچ و دیواری شوی، پس دمی مردار و دیگر دم سگی، چون کنی با خیلی شیران هم تکی. آدم دیگه نمیتونه با اسدالله ها، شیرهای الهی هم تک و هم راه و هم تاز باشه، عقب میماند. آلت اشکار خود جز سگ مدان، کم ترک انداز سگ را استخوان، زن که سگ چون سیر شد سرکش شود، کی سوی سید و شکار خوش نبود. اینم همینطوره. در جای دیگری مولانا میگوید که نفس فرعونیست، نفس فرعونیست، هان سیرش مکن، تا نیارد یاد زان کفر کهن. این نفس فرعونی رو باید گرسنه نگه داشت، اگر سیر سیر بشه اون وقت لاف انا ربکم الاعلا میزنه، لاف خدایی میزنه، فرعونیت پیشه میکنه. به اندازه به او بده، بگذار منقاد باشه، بگذار به تمام خواسته های افراطی و اسرافی خود نرسد، بگذار حد خود رو بداند. نفس فرعونیست، هان سیرش مکن، تا نیارد یاد زان کفر کهن. اینجا همون چون که سگ چون سیر شد سرکش شود، کی سوی سیر شکار خوش شود. اون عرب را بینوایی می کشید، تا بدان درگاه و دولت رسید. در حکایت گفته ایم احسان شاه، در حق آن بینوای بیپناه. میگه این عرب چون بینوا بود، یعنی چون احساس نیاز می کرد، احساس استغنا نمی کرد، می فهمید که حاجتمند است، می فهمید که چیزی کم داره، دستش خالی است، به این سبب به سوی شاه رفت، دربار خلیفه رفت. اگه میگفت همه چیز دارم و به هیچ چیزی
احتیاج ندارم، کی بلند میشد اون کوزه آب و زیر بغل بزنه و از اون راه بلند و هولناک عبور کنه تا به درگاه خلیفه برسه. این کمند حاجت برگردن او بود که او رو اونطور چالاک و شتابان به سوی خلیفه میکشن. این احساس نیاز و اینکه آدمی توهم استغنا نداشته باشه، درویشی به معنای دقیق کلمه، باد درویشی چو در باطن بود خواندیم، بر سر آب جهان ساکن بود آب دریا، مرده را بر سر نهد بر بود زنده ز دریا کی رهد. داستان نحوی و کشتیبان. ببینید این نیازمند بودن و نیازمند دیدن خیشتن که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این آدمی رو به سوی خداوند میکشه. این یک کمند است و لازم است. آدمی وقتی سیره و همه چیز داره سرکش میشه، یادش میره خداوند. دیدید دیگه، انسان وقتی مریض میشه، وقتی دردمند میشه، وقتی یک احتیاج شدیدی پیدا میکنه، اون موقع یک توجهات و تنبهات ویژه‌ای در وجود او بیدار میشه. این بیداری ها مال هنگامی است که آدمی احساس میکنه که گویی زیر پاش خالیه، اون استحکامی و خلل ناپذیری که در خود توهم میکرد وجود نداره. بعضیا این رو میفهمن، ولی بعضیا میذارن تا سر به سنگ بخوره و میفهمن. تمام نکته این است، وقتی که سر به سنگ خورد ممکنه دیگه مجالی نمانده باشه. وقتی که اون درد هلاکت آور آمد، وقتی که اون بیماری، وقتی که اون بینوایی، اون ناتندرستی و ناتوانی آمد، ممکنه دیگه بعد از اون مجالی نماند که آدم اون تنبه خودش رو به کار ببنده و از او استفاده بکنه. ممکنه دیگه پایان راه باشه. الآن وقد عصیت در قرآن هست که در فرعون گفتن، اونجا وقتی که ایمان آورد گفت آمنت برب موسی و هارون، وقتی که در غرقاب و گرداب افتاده بود گفت ایمان آوردم. ملکی به او گفت الآن وقد عصیت، وقتی که همه کاراتو کردی و گناهات رو ورزیدی و سرکشی ها کردی و فرعونیت ها ورزیدی، حالا میگی ایمان آوردم. too late، خیلی دیر است دیگه. آدم نباید بذاره دیر بشه. اون عرب را بی نوایی می کشید تا بدان درگاه و اون دولت رسید. در حکایت گفته ایم احسان شاه در حق آن بی نوای بی پناه. خب حالا ببینید اینجا مولانا چند تا نکته نیکو می گوید که اینها رو بخوانیم تا ببینیم اینا ارتباطش با داستان چیست، ارتباطش با قطعات پیش چیست. حتی اگر کشف ارتباط هم نکنیم، این قطعه ها که قطعه های بعدی فی نفسه خیلی پرمغز و پرمایند و شنیدنی هست. هرچه گوید مرد عاشق، بوی عشق از دهانش می جهد در کوی عشق. گر بگوید فقر، فقر آید همه، بوی فقر آید از آن خوش دمدمه. ور بگوید کفر، دارد بوی دین، آید از گفت شکش بوی یقین. کف کج یا گفت کج بر حسب اختلاف نسخ، کف کج که از بحر صدقی خواسته است، اهل اصل صاف آن فرع را آراسته است. آن کفش را صافی و محقوق دان، همچو دشنام لب معشوق دان. گشته آن دشنام نامطلوب او خوش، ز بحر عارض محبوب او. گر بگوید کج نماید راستی، ای کجی که راست را آراست. خب از بیت نخستین آغاز کنیم. مرد عاشق هر چه بگه بوی عشق میده، برای اینکه سخن هر کسی بوی روح او رو میده. مرد عاشق حتی اگر سخن ناروا هم بگه، حتی اگر اشتباهاً دروغ هم بگه، باز هم شما از سخنش در میابید که این از یک جان عاشق برمیخیزه. در اون غزل لطیف حافظی که میگفت که سزاز خلوت، اگر خلوت آن من باشد، نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد. روا مدار خدایا که در حریم وصال، رقیب محرم و حرمان
نصیب من باشد. بعد میگوید که بیان شوق چه حاجت، که سوز آتش دل توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد. من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم، که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد. روا مدار خدایا که در حریم وصال رقیب محرم و حرمان. نصیب من باشد همای گو مفکن سایه شرف، هرگز بر آن دیار که توتی کم از سخن باشد. ببینید توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد. شما ببینید همین مثنوی رو در نظر بگیرید، مولوی خیلی حرفا این تو میزنه، خیلی دیده ایم و انشالله خواهیم دید، از فقه، از فلسفه، از حکایت، از افسانه، از پند، موعظه و شوخی و حتی قصه هایی که به ظاهر رکیک میاد و امثال اینها، ولی همه اینا بوی عشق میده. واقعا اینطوره، نه مجازه. برای اینکه این جان عاشق که اینها رو تولید میکرد از این کوره سوزان و آتش فشان که این سخنان بیرون میامد، پاره پاره آتش بود و این آتش است که سرد نشده و تا امروز هم میبینید که ما رو گرم نگه میداره. یک آدم عاشق این چنینه. ببینید قصه موسی و چوپان رو بیارید در نظر، و اینجا هم من فکر میکنم مولوی هم همون رو در نظر داره. اگر موسی و چوپان رو به یاد میورد همینجا هم اضافه میکرد. این چوپان عاشق، خب سخنانش ظاهرا نادرست بود از دیدگاه یک متکلم، از دیدگاه یک فیلسوف. میگفت خدایی بیام کفشتو پاک کنم، موهاتو شونه کنم، که خب موسی هم اومد و برو بانگ زد و بقیه داستان رو میدونه. ولی خداوند خب عتابی کرد به موسی، گفت این عاشقه، این عاشق تو به لفظش، به سخنش ایراد نگیر. این که نرفته مکتب درس بخونه، این که بلد نیست این لغات و این اصطلاحات رو درست به کار ببره. در حق او شهد و در حق تو سم، در حق او مده و در حق تو زم. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، ور شود پر خون شهید او را مشو. خون شهیدان راز آب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است. خطایی که خطای عاشقانه و صادقانه ای که چوپان میکنه، از هزاران جلد کتابی که بسیار فیلسوفانه و متکلمانه نوشته شده اما بوی عشق نده، عاشقانه نوشته نشده باشه بهتر. و درستم هست. ببینید کارهای بزرگ در این عالم رو عاشقان کردن، کارهای بزرگ رو عاشقان کردن. پیامبران همه عاشقان بودن، عارفان عاشقان بودن، قهرمانان بزرگ عاشقان بودن. اصلا بدون این عشق چالاکی نمیاد، بدون این عشق بیباکی نمیاد، بدون این عشق شجاعت نمیاد. یکی از محترمترین فرزندان عشق شجاعت است. دلیر گفت دریا دلی به جوی، دلیری سرآمدی. خامان ره نرفته چه دانند سر عشق، دریا دلی به جوی، دلیری سرآمدی. سر عشق این است، یکی این که آدمی دریا دل می شود، یک چنین وسعت ظرفیت یا به تعبیر قرآن شرح صدر پیدا می کنه، هرچی آب گل آلوده این در خودش هضم می کنه و باز دریا می ماند. دوم دلیر است، دلاور است، و سوم هم سرآمد است. یعنی عاشق در صدر می نشیند و طالب ذلت نیست، به پستی ها تن نمی دهد. دریا دلی به جوی، دلیری سرآمد. این که کار عاشقانه، این مثنوی که ما الان اینجا بکنیم، یک هنر عاشقانه است که در مقابل ماست. دیوان شمس همینطوره، شکی نیست دیگه. و بوی عشق میده این کتاب، بوی عشق میده این کتاب. واقعا بهترین توصیف اینه، برای اینکه از یک جان عاشق برخواسته است. سوزی که در دل این آدم بوده، این همراه کلامش می شده. اصلا به قول خود مولانا، چون که خاموش می کنم من از رشد، او به صد نوعم به گفتن می کشد. من می خوام سخن نگم اما این سوز نمی گذاره، این کمندی بر گردن من اومد، می کشه به دنبال خودش، دهان من رو باز می کنه. تا که من از خال خوبش دم زنم، نطق می خواهد که بشکافت تنم. از خال او
خال روی لب او، خالی که سیاهه، حالا چهره تابان و درخشان معشوق که جای خود داره، حتی این خال سیاه هم مرا چنان میکنه که یک دهان چیز میخوام صد هزار دهان داشته باشم. نطق میخواهد که بشکافت تنم، از هر پاره تن من، از هر عضو و اندام من میخواد صدایی برخیزه و فریاد بزند که من عاشقم، به معشوق بگوید که من ستایشگر تو هم و نمیتواند خیشتنداری بکنم. بنابراین مهم نیست که چی میگه، یعنی همون صورت مهم نیست، معنا مهم است. عاشقی در کلام او نشسته است. هر چه گوید مرد عاشق بوی عشق، این هم خودش رو میگه، هم اون عرب رو میگه که حالا بعداً میگوید اون عرب هم خود ماییم، و هم همه عاشقان رو میگه. در واقع به مریدان خودش داره میگه از این محفل ما باید بوی عشق برخیزه. ما اینجا کار دیگه نمی کنیم، ما اینجا درس عشق میدیم، گرچه علم عشق در دفتر نباشد. ما کارمون همینه اصلا. این مجلس ما مجلس فلسفه نیست، فقه نیست، اصول نیست، ریاضیات نیست، شیمی نیست، فیزیک، اینا نیست. یه چیز دیگر است که اونجاها نیست و این باید آشکار بشه، و نشانش هم این استش که سخن بوی عشق خواهد گرفت. و این که سخن بوی عشق میگیره چیزیست که عارف و عامی تشخیص میدن، یعنی پوشیده نیست. به قول مولوی در جای دیگه، عشق بوی مشک دارد، لاجرم رسوا شود، چاره نبود مشک را خود از چنین رسوا شدن. مشک رو شما ببینید اصلا خود به خود بوش پخش میشه دیگه، نمیتونید اون رو بپوشونید، رسوا میشه به قول مولانا، و هر کس نزدیک او باشه میفهمه که اینجا یه مشکی هست، یک عطری هست، و شامه او رو مینوازد. هرچه گوید مرد عاشق بوی عشق، سخن مولوی واقعا اینه، میگه آدمی که عاشق خداست حرف زدنش نشون میده که از کجا میاد. اون کس که زدار آشنایی است، داند که متاع ما کجاست. گذشتگان خوب میشناختن، امروزی ها هم هستن در عالم بیزنس، یه جنسی رو، کالایی رو وقتی میبینن میفهمن این مال کدوم شهر، این پارچه مال کدوم کارخونه است. یا هر کس که زدار آشنایی است، داند که متاع ما کجاست. از کدوم بازار میاد، از کدوم معدن، در کدام بازار میفروشن، خریداران و فروشندگانش کدامند، رو درک میکنه. ما هم این رو از مولوی درک میکنیم. و نشان مرد خدا عاشقی است، حرف حافظه. غم زمانه که هیچش کران نمیبینم، دواش جز می جن ارغوان نمیبینم. نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار، که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. نشان مرد خدا کاسبی نیست، یعنی با خدا و با دین کاسبی نمی کنند. نشان مرد خدا کاسبی نیست. چیه؟ نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار، یعنی پیش خودمون باشه. که چی؟ که در مشایخ شهر این نشان نمی بینند. برای اینکه کسانی که سقف معیشت و بر ستون شریعت زدن، اینا کاسبانند، نه عاشقان. نه عاشقان، و نشان مرد خدا عاشق. این سخنان مولانا تعریضی است به همه کسانی که ادعای عشق میکنند، ادعای دوستی با خدا میکنند، و درس هایی میدهند که به گمان خودشون با اون درس ها میتونن عشق خدا رو در دلها متمکن بکنند. به اونها میگوید که ادعا کافی است، ادعای خشک و خالی رو کسی نمیخره، باید بوی عشق بده، اون هم نه مصنوعی، حقیقی. از دهانش می جهد در کویش. حالا ببینید، گر بگوید فقر، فقر آید. فقر این عالم درویشی. آدم عاشق وقتی کلمه فقر رو میگه، شما میپندارید که گویی فقر گفته. یعنی حتی در فقه او هم فقر و درویشی نهفته است، یا آشکار است. بوی فقر آید از آن خوش دمدمه. یه فقیهی که می نشند و لاف می زنه، اصطلاح بافی می کنه، حکم و فرمان و فتوا می ده و برتری جویی می کنه و معلومات نمایی می کنه، این معلومه که فقیه هست، اما فقیر نیست، یعنی درویش نیست، یعنی روح او روحیست که محذب نیست
و غرور علمی او رو گرفته. ولی آدم عالم ولو اینکه علم دیگری رو داره بیان میکنه، این علمش رو عاشقانه و فقیرانه به تعبیر مولوی بیان میکنه، یعنی نشان میدهد که به تعبیر عیسی علیه السلام در انجیل، بینوای در روح است، یعنی یک روح مستمندی دارد، حاجتمند و متوجه به خداوند. گر بگوید فقه، فقر آید همه. از فقهش هم بوی فقر میاد، بوی فقر آید از آن خوش دمدمه، یعنی از آن دمیدنهای خوش بوی فقر برمیخیزد. ور بگوید کفر، دارد بوی دین. این هم قصه موسی و شبان. ممکنه مرد عاشق سخنانش کافرانه به نظر بیاد، خطا باشه، ولی دین واقعی همونه. دارد بوی دین، آید از گفت شکش بوی یقین. حتی سخنان شکاکیت آلود بگوید، ولی از همون اون بوی یقین میاد. برای اینکه فرق است بین اینکه کسی شک میکنه که شک بکنه، و کسی که شک میکنه تا از معبر شک به یقین برسه. اصلا شک عاشقانه داریم و شک غیر عاشقانه. شک عاشقانه شک حقیقت جویانه است، یعنی به طلب حقیقت شک میکنه یا دوچار شک شده. کسی که نمیاد عمدن شک بکنه، خب بالاخره آدمی دوچار یک تردیدهایی میشه. اما در مسیر عشق به حقیقت و پیدا کردن حقیقت. اما بعضی هستن اتفاقا امروز خیلی زیادن، همین این استراب پاره هایی از فلسفه تحلیلی در روزگار ما که وقتی خود بنده هم اسیرش بودن، اینا اصلا شک میکنن برای اینکه شک بکنن، و گره میزنن برای اینکه گره بزنن، یا گره رو باز میکنن تا روی اوی گره محکمتری بزنن. همون که مولانا خوب احوال اینها رو فهمیده بود که عقده را بکشاده گیره، منتهی عقده سخت است بر کیسه توهی. کیسه های توهی و تو خالی، اما هی گره میزنن، گره باز میکنن. افلا از اینکه حالا به فرض که همه گره هم باز کردی، جز باد به دست نداری، کیسه خالی. اما از نفس این گره زدن و گره باز کردن لذت ببرن. و عمر در موضوع و در محمول رفت، بی بصیرت عمر در مصنوع رفت. عمری رو در این گره زدن سپری میکنند و خوشنودن که چهار تا گره تازه معرفی کردن. اینهایی که من عرض میکنم اصلا و ابدا مبالغه نیست. کسانی که آشنایی دارن با این فلسفه‌های تحلیلی این رو میدونن که من چه عرض میکنم. خب این یه جوره، اما یه جور این هستش که نه، شما عاشق حقیقتی، نمیخواید مچ کسی رو بگیرین. اصلا این زندگی میگه چقدر مجال درش هست که آدمی صرف نزاع با این و اون بکنه، صرف این جدال هایی میده. و به قول عرفا، میخوای به جنگی با خودت به جنگ، چرا میگه با دیگری به جنگی؟ تا با دشمن نفس هم خانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. آره به جنگ، اما با خودت به جنگ، با این نفس سرکشت به جنگ و او رو رام کن. حالا گیرم که این رو سر جای خودش نشوندی، اون رو نشوندی، وقتی که خودت هنوز ناآزموده و نامهذب باقی ماندی چه فایده داره؟ خب آدم قفلت میکنه دیگه از این چیزا. اما آدمی که نظر به مقصد داره، یعنی سالک است و پا رو در طریق نهاده، به قول حافظ گفت در طریق مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. قبلا هم این شعر رو براتون خونده بودم که در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست. در طریق مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. ببینید در طریقت، یعنی به شرط اینکه شما پا در طریق نهاده باشید، اونگاه هر چی پیش میاد خیر شماست. دچار شک بشید، دچار شک نشید، حتی دچار اندیشه های کفرآلود بشید، دچار معصیت بشید، دچار همون معصیت هم خجسته است، همون هم راه شما رو نزدیکتر میکنه. اما به شرطی که در مسیر باشید، در طریق باشید. برای اینکه معصیت یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در مسیر دفعه پاتون به سنگی بخوره و روی زمین بیفته، اشکالی نداره. بلند میشید، درس میگیرید، بعداً حذر میکنید، احتراز میکنید که جلوی پاتون رو بهتر ببینید و راه رو چالاکتر طی کنید. درسته در طریق مستقیم یک دل کسی گمراه نیست، به شرطی که در طریق باشه. تمام سخن اینجا این است، جان عاشق به مقصد میرسد، ولو اینکه گفت دچار کفر بشه، دچار شک بشه و دچار معصیت بشه،
دچار خطا و لغزش بشه الا غیر ذلک. ور بگوید کفر دارد بوی دین، آید از گفت شکش بوی یقین. کف کج که از بحر صدقی خواسته است، اصل صاف و فرع را آراسته است. خب کف، کف روی آب، فرع بر آب است دیگه. ممکنه کف به قول مولانا کج باشه، یعنی کف گلالودی باشه، کف صافی نباشه، اما چون از بحر صاف برخواسته. یعنی چی؟ یعنی یه فکر کجی اما از روی این ضمیر پاک برخواسته باشه، هیچ اشکالی نداره. بعدن اون دریای صاف، اون آب صاف، اون کف کج رو میبلعد و او رو هم صافی خواهد کرد. مهم این است که اون دریا، اون ضمیر، اون مخزن پاک و نیالوده باشه. کف کج که از بحر صدقی خواسته است، دریای صدق، اگر روی او کفی هم پدیدار بشود اشکال نداره. اصل صاف اون فرع را آراسته است، یعنی موجب آرایش، یعنی پاکیزه شدن اون فرع یا اون کف کج خواهد شد، اون رو به مسیر درستی رهنمایی خواهد کرد. اون کفش را صافی و محقوق دان. محقوق یعنی سزاوار، از همون کلمه حق و حقانیت میاد. اون کفش را صافی و محقوق دان، همچو دشنام لب معشوق دان. شما معشوقتون که دوست دارید، اگه با شما هیچی نگه، شما ناره میگید اقلا یه دشنام بده. غیر از اینه، گفت بوسه ای چند برامیز به دشنامی چند. به قول حافظ، دشنام هم بده قبوله، دشنام هم اگر بده قبوله، برای اینکه آخر یه چیزی گفته، شما رو خطابی کرده و همین خطاب به قول مولانا لذت تخصیص تو. وقت خطاب آن کند که ناید از صد خم شراب، چون که مستم کرده ای حدم مزن. شرع مستان را نیارد حد زدن، چون شدم هوشیار خود حدم بزن. که نخواهم گشت خود هوشیار من. میگوید همین تخصیص تو، یعنی اینکه تو مرا خطاب کنی، نام ببری، بگی با تو هم، تخصیص یعنی این، یعنی بگی با تو هم، ولو اینکه دشنام بدی، ناسزا بدی، این ناسزا هم مطلوبه، مرغوبه، شیرینه، برای اینکه از لب معشوقه. ولی هزار ستایش از لب یک متملق مداح صفر نمیارزه. غیر از این است واقعا. چرا؟ چون اون ناسزا از یک جای سزایی برخواسته، محقوق. اما اون تملقها، اون مداحیهای تو خالی و بلکه پرآفت که از دهان یک انسان چاپلوس میاد بیرون، اصلا خود اون سخنان نشان میده که تهیست، یعنی پایه‌ای نداره، بافندگی محض است، منفعت جویی محض است. در روایات داریم که کسی آمده بود و مولا علی رو مدح میکرد در روی ایشون که نمیپسندید دیگه، و او گفت از اون چه که در دل تو هم بیشترم، اما از اون چه که بر زبان توست کمترم. گفت تو منو با این حرفا داری به عرش اعلی میرسونی، من این نیستم، اما تو منو، من میدونم قبول نداری، تو منافقی، تو دلت چیز دیگری میگه، زبان چیز دیگری میگه. اصلا آدم متملق شأنش همینه، طرف مقابل رو اینقدر پست و فرومایه میشناسه و میشمارد که فکر میکنه با این چند تا چرب زبانی میتونه او رو بفریبه. و واقعا اگر کسی با این چرب زبانی ها فریفته شد، آدم فرومایه ایست. کسی که میاد چرب زبانی میکنه، تملق میگه، مداحی میکنه، این اصلا اهانت داره میکنه به شما. چرا؟ برای که توی دلش میگه با اینا میتونم سرشو شیره بمالم، میتونم بفریبمش. خب چنین تصوری، یعنی اینکه طرف مقابل من آدمی است که با همین زبان ریختن ها مفتون میشود، اینقدر کوچکه، اینقدر کم ظرفیته، اینقدر فرومایه است، واقعا اهانت دیگه. اینکه مولا به اون مرد گفت که من از اون چه در دل توست بالاترم و بیشترم، ولی از اون چه که بر زبان توست کمترم. و در اون خطبه متقین هم ایشون اونجا میگوید که وقتی که متقین رو مدح میکنن، اونها به زبان حال یا به زبان قال میگن خدایا تو به خطاها و کمبودها و نقصانهای من از اینها
آگاه تری. مرا به این سخنان مگیر، ولا تو آخذنی به ما یقولون، یعنی من راضی نیستم به حرفا، مرو مؤاخذه نکن، من اجازه ندادم، من رضایت ندادم و ندارم. وجعلنی خیرا مما یظنون، اما از این که اینها میگن مرو برتر کن، یعنی فضائلی به من بده خیلی بالاتر از این حرفا، گرچه که این حرف این گونه حرف زدن ها رو من نمیپسندم و نمیپذیرم. خب آن کفش را صافی و محقوق دان، همچو دشنام لب معشوق دان، گشته آن دشنام نامطلوب او خوش ز بحر عارض محبوب او. عارض یعنی چهره، این دشنام خوش می شود به خاطر چهره زیبای معشوق. گر بگوید کج، یعنی اون مرد عاشق، گر بگوید کج نماید راستی، کج او هم راست است، ای کجی که راست را راستی. کجهای او از راستهای دیگران بهتره، حتی راستهای دیگران رو هم آراسته می کند. یعنی می خواد بگه که حتی عاشقان اگر گاهی زیاده روی می کنن یا گاهی دچار لغزش هایی می شن، بالاخره خیر و برکت ها در اونها هست، برای اینکه از یک معدن صافی و پاک و پرمایهی بیرون میان. بازم عرض می کنم برای اینکه مصداق این کلمات مولانا رو بدانید، به خود مثنوی و به خود شخص شخیص مولانا نظر کنید، بهترین روشنترین مصداق این معناست. خب اما این بخش که خب نکات نیکوی بود و منم به اندازه وسعم برای شما توصیف کردم، خب به داستان کجا میخوره این قصه ای که تا الان خوندیم؟ خب ببینید، این عرب بلند شد و رفت و نزد خلیفه، اونجا که رسید در واقع به محل عشق رسید دیگه، گفت تا بدینجا بحر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم، من تا اینجا برای پول میومدم میدویدم، حالا که رسیدم پول چیه؟ دیدار تو، حضور تو دیگه همه مسائل رو برای من حل کرد، یعنی یک جهش کرد، یک جهش کهکشانی نجومی، از دینار به دیدار رسید، از دینار به دیدار رسید، از ماده از خاک به افلاک رسید، عاشق شد دیگه بر حسب روایت و این حکایت، بدل شد به یک عاشق، عاشقی که بعد از او هر کاری بکنه دیگه عاشقان است، یعنی در حقیقت نیاز او رو کشون به درگاه خلیفه، حضور در نزد خلیفه او رو تبدیل به یک عاشق. این کیمیای حضور، این کیمیای حضور، ابتدا کیمیای نیاز که آدمی رو به حرکت می اندازه و بعد کیمیای حضور که مصر رو بدل به طلا می کنه و یک جان مرده رو زنده می کنه، گریه ها رو خنده می کنه، ظلمت ها رو خورشید درخشنده می کنه و یک جان مرده را عاشق میکنه. این کیمیای حضور از بارگاه خلیفه که بارگاه خداوند باشه بیرون آمد. اونگاه دیگه این آدم هر چه که بگه از این پس، این مرد عامی بود، یک عرب بدوی بود، در بیابان بود، رفت و عاشق شد، نرفت مدرسه، نرفت مکتب، نکته این است، رفت و کیمیای حضور او را عاشق کرد. حالا بعد از این جناب اعرابی هر چه میخواد بگه با همون عوامیتش، با همون بدویتش، به دلیل عاشقیتش شنیدنیست، بوی عشق خواهد. در واقع داره مولانا به کسانی که مدرسه میرن، مکتب میرن، درس میخونن، میگوید که یه درسایی هست که تو مکتب ها نمیشه خوند، برید به یه جایی که اونو یادتون بدن، که وقت بعد از اون فقهتون فقهه، اصولتون اصوله، اما فقهیست که بوی عشق میده، اصولیست که بوی عشق میده و هاکذا و حلوم مجرد. در غیر این صورت شما تو همون کلاس اول باقی موندید. این جهش، این میوتیشن فقط خاصیت اون کیمیای عاشقیست. حرف این است که یک عرب بادیه نشین رو بدل به یک عاشق صادق میکنه. بعد از اون عاشق صادق
برتری دارد بر همه اونهایی که فقه و اصول و فلسفه و کلام و غیره و غیره خوانده. به یه معنا هم مولانا داره به مریدان خودش، به مخاطبان خودش که در محضر او نشسته بودن میگوید که ما اینجا درس عشق میدیم و نگران نباشید که شما در زمره عالمان محسوب نمیشید. عالمان مدرسه خودشون رو دارن و مثلا شما رو به چیزی نمیگیرن، به حساب نمیارن، چیزی نمیشمارن. خیلی اعتنا نکنید، برای اینکه میدونید در محضر مولانا علما نمیومدن، اصلا نمیومدن و آبشون با مولوی به یه جون نمیرفت. بیشتر مخترفه، یعنی کاسب ها میومدن، کاسب هایی که خب نوعا همه عوام درس نخونده بودن، اما از محضر مولانا که بیرون میرفتن مثل اون اعرابی بود که از بارگاه خلیفه بیرون آمد، چنین تأثیری داشت و داره به اونها این رو میگه. دنبال میکنه این مطلب رو، این که گفت کفر اینها هم بوی ایمان میدهد، کجیشون هم راستیست، این رو پرورش میده در قطعه بعد. از شکر گر شکل نانی میپذی، طعم قند آید نه نان چون میمزی. داره به ما یاد میده که چگونه به معنا نظر کنیم نه به صورت. بیاید با شکر نان بپزید. خب بله، ممکنه شکل نان داشته باشه یا مثلا شکلات یا هر چه که هست، ولی شکل نان، این صورت ظاهر که تعیین کننده ماهیت و معنای اون نیست. وقتی میخوریم این شکره، نان نیست که، این گندم نیست. بنابراین به صورتها توجه نکن، به ماهیتها، به معناها توجه کن. از شکر گر شکل نانی میپزی، طعم قند آید نه نان چون میمزی، یعنی میچشی. ور بیابد مؤمنی زرین وسکی، هلد آن را برای هر شمن. نسخه های دیگه آمده که ور بیابد، ور بت زرین بیابد مؤمنی، که هلد او را پی سجده کنی. یک معنا داره. این مثال مثال قوی تر و هویاتر است. اگر یک مؤمنی یک بت زرین پیدا بکند، وسن یعنی بت دیگه، وسنیین یعنی بت پرستان، اگر مؤمنی یک بت زرین، بتی که از طلا ساخته شده پیدا کنه، دور میندازه؟ میگه چون بت بندازم دور، بندازم تو آب جون؟ نه. کی هلد آن را، هلد آن را برای هر شمن. شمن یا همون شامان، به انگلیسی میگیم شامان، جادوگرانی بودن که حالا امروز البته معانی مختلف داره، ولی نزد گذشتگان شامان رو روحانی بت پرستان میدانستن، همچنین روحانی هندوان، هندوهایی که باز به ظاهر بت پرست بودن و صورتهایی داشتند و عبادت میکردن. شامان یا شمن همون روحانی و بزرگ ارشد بت پرستانه. خب میگوید که اگر بت زرینی رو مؤمنی پیدا بکنه، رهاش میکنه، میگه بذار بیا بت پرستا بردارن ببرن، یا او رو به دور میافکنه، تو چاه میندازه. نه، این کارا رو نمیکنه، بلکه گیرد اندر آتش افکند، صورت عاریتش را بشکند، تا نماند بر ذهب شکل وسن، زان که صورت مانع است و راه زن، ذات زرش داد ربانیت است، نقش بت بر نقد زر عاریت است. ببینید یک دریا معنا اینجا بود. برای وسن، سنم، ببخشید، بت زرین رو شخص مؤمن چه کار میکنه؟ میبره در آتش میاندازه. آتش با این بت زرین چه کار میکنه؟ صورتش رو از بین میبره. طلا که در آتش از بین نمیره، صورتش از بین میره. یعنی فرض کنید آتش خیلی داغی و این ذوب میشه، این بت ذوب میشه، مایع میشه، دیگه صورت بت نمیمونه، ولی طلاش که میمونه و اون طلا بسیار با ارزش است. یعنی زیر هر صورت کجی یک راستی نشسته است، زیر هر خطایی، مطمئنی که شما در مسیر باشید، یک درستی نشسته است. یعنی این جهان حتی اگر توش بدی میبینی، زشتی و کجی میبینی، زیر این زشتی ها و کجی ها در معنا و ماهیت اونها یک نیکی، یک پاکی نشسته است. سراسر اگر این جهان بت باشه، این بت‌ها رو از چیزی ساختند دیگه، اون چیزها که بت نیستند، صورت بت بر آنهاست.
مؤمن، مؤمن این همون سالک، یعنی کسی که در راه هست، یعنی چشم بینا دارد، میفهمه به چی نگاه بکنه، میداند با این چشمای نافذش که چگونه از صورت به معنا عبور بکنه. بلکه گیرد اندر آتش افکند، صورت عاریتش را بشکند. این صورت عاریه بود، اونی که اصیل است و ماندگار است اون معناست که خود زره، صورت عاریت است. تا نماند بر ذهب، ذهب یعنی طلا، تا نماند بر ذهب شکل وسن، تا این شکل بت بر وسن نم بر ذهب نماند، زانی که صورت مانع است و راه زن، ذات زرش داد ربانیت است. یعنی اون طلا خلقت الهی است، اون رو بت پرست درست نکرده، ذات زرش داد ربانیت است. ولی نقش بت بر نقد زر عاریت است، اون یک صورت عاریتی است که قابل زوال است و با افکندن در آتش هم زایل می شود. بعدش رو بخوانیم تا حالا توضیحاتی هم بدم من. بحر کیکی تو گلیمی را مسوز، و صداع هر مگس مگذار روز، بت پرستی چون بمانی در صور، صورتش بگذار و در معنا نگر، مرد حجی همراه حاجی طلب، خواه هندو خواه ترک و یا عرب، منگر اندر نقش و اندر رنگ او، بنگر اندر عزم و در آهنگ او، گر سیاه هست او هم آهنگ تو است، تو سپیدش خوان که هم رنگ تو است. مولوی اینجا دیگه داره ما رو به عالم پلورالیسم، به وحدت ادیان نزدیک میکنه، برای ما رو با این مثالهای نیکو و حقیقتاً تأمل انگیز به ما میگوید که چگونه فرق بگذاریم بین صورت و معنا، بین صورت و معنا، و اینکه در طریق مستقیم دل کسی گمراه است. اینکه اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. آدمیان به ظاهر اعتقادات متفاوتی دارند، دینها و شریعتهای متفاوتی دارند، ولی این نباید موجب اختلافشون و جدالشون بشه، چون بر اون بن معنا یک چیز بیشتر نهفته نیست، و اون که همشون متوجه یه قبله. میگوید که وقتی که داری میری حج، نگاه نکن که همراهان و همسفران تو این سیاه، اون سفید، این از فلان جا میاد، این از فلان جای دیگه میاد. نگاه کن ببین مقصد همه تو یکیه، همه داریم به کعبه. این شما رو جمع میکنه در کنار هم، وجه جامع اونه، و الا به هر چیز دیگه نگاه کنی هزار اختلاف بین شما هست. اگه بخواید بر سر اختلافاتتون سرمایه گذاری کنید، تا آخر اون باید نزاع کنید. به مقصد نگاه کنید که یکیست، به مقصد نگاه کنید که یکیست. این نکته فوق العاده مهمی است. این از اون چیزایی است که خب عارفان ما بر او تأکید بسیار کردن که مقاصدتون رو تصحیح بکنید. این مهمه. ببینید ما در این جهان بالاخره دو گونه مقصد داریم در یک تقسیم بندی، یا شخص پایین رو میخواد یا بالا رو، یا زمین رو میخواد یا آسمان رو، یا بدن رو میخواد، تن رو میخواد، یا روح رو. بالاخره اینه. ممکنه که صورت‌های خیلی متنوع و مختلفی داشته باشه، گاهی هم خیلی صورت‌های پیچیده و سوفیستیکیتدی، اما به عمق معنا که بری همینه. بالاخره یا میخواد پاش رو از زمین برداره پرواز کنه، یا داره بهانه میاره برای اینکه روی زمین بمانه. به قول مولانا که میگه اون پیامبرانی که به قوم سبا رفتن، اینا رو هی دعوت میکردن آقا فکر مرگ باشید، فکر زوال باشید، جهان دیگه بگفتن آقا ما به لهو و لاغ فربه گشته ایم، شما اومدی با ما حرفای جدی میزنی، ما با همین لهو و لاغ، با شوخی، با همین مسخره بازی، لودگی، با جدی نگرفتن امور، ما اصلا عادت کردیم، خوراک ما این چیزاست، شما اومدی به ما میگی فکر یه مسائل مهم باشید. حالا این لهو و لاغ فربه شدن خیلی صورتهای مختلف داره، صورتهای مختلف مختلف داره. گاهی گفتم ظاهر خیلی پیچیده هم پیدا میکنه. میبینه مثلا آقا عاشق ادبیات، مثلا یا عاشق شعر، یا عاشق فیلم، یا اینه یا اونه، ولی آخرش نمیخواد از حصار این ماده‌گرایی بیرون بره.
همه چیز رو میکنه، عملی میکنه تا این زندان رو برای خودش گرمتر و مطلوبتر بکنه و میگه بیرون زندان جایی نیست اصلا، تو برای چی من رو دعوت میکنی به بیرون زندان؟ بیرون زندان مهلکه است، بذار همینجا بیارمیم، همینجا خوش باشیم، خبر از بیرون زندان هم به ما نده و خدا حافظ. بعد از این هم دیگه ما نمیتونیم همراه باشیم. اما یه عده زندانیان هستن، ولو اینکه رنگشون و پوستشون و همه چیزشون فرق داره، ولی همه دنبال چی هن؟ دنبال نقب زدن و از زندان فرار کردنه. اینا اصلا یه مقصدی دیگه دارن، نگاه نمی کنن به جای گرم و نرمی که بعضا تو زندان بر خودشون درست کردن و این امور غفلت زادن، یک مقصد دیگه دارن. یعنی در واقع همون که من بارها گفتم، معنی دارد زندگی اونها، یعنی زیر این زندگی رویین و زبرین یک زندگی زیرین دارد، زیر این لفظ یک معنا نشسته است، اینا دنبال اون معنان. زندگی بی معنا یعنی زندگی که یک لایه دارد مثل لفظ، زندگی با معنا یعنی الفاظی که معنی دارد و شما باید از معنا بگذری تا از لفظ بگذری تا به معنا برسی. زندانی ممکنه همه مثل هم زندانی باشن، اما یه عده‌ای فکر خلاصه حفره کردن زندانن، به قول مولانا یکی تیشه بگیرید به یه حفره زندان، چه زندان بشکستید همه میر و امیرید، رفتید بیرون دیگه همه سلطانی، توی این زندان زندانی هستید، اسیرید و بدبخت. دو تا ما مقصد بیشتر نداریم، یا اینکه توی این زندان بمانیم بگیم خوشیم، یا اینکه تیشه به دست بگیریم نهانی برای شکستن زندان و رهایی از زندان. این دو تا مقصد هست که آدمیان رو جدا می‌کنه. حالا این تیشه ها ممکنه رنگش فرق کنه، فلزش فرق بکنه، این تیشه زن ها اینا ممکنه هزار تفاوت با هم داشته باشن، یکی چشم ابروش چشمش آبی باشه، یکی چشمش سیاه باشه، اینا هیچ اهمیت نداره. یک مقصد اینجا وقتی که وجود داره همه رو گرد میاره و وحدت میبخشه. پس ببینید میگه بهر کی کی تو گلی میرا مسوز. یک ضرب‌المثلی است، این از قدیم بوده که ما امروزه میگیم که برای دستمال قیصریه رو آتش میزنن. میگه حالا فرض کنیم که وسط یه فرش گران قیمت یک که یه چیزی ساسی فلان اومده، خب اینو دفعش کن، نه اینکه کل این فرش رو بری آتش بزنی. این معناش این استش که یک چهره بدی، یک فلز خوبی مثل طلای چهره اینا ثوابی گرفته، یعنی چهره بت گرفته. اینه که دور ننداز که بهرکی کی تو گلی میرا مسوز، و صداع هر مگس مگذار روز. نگذار که وزوز مگس ها روز تو رو ضایع کنند و باطل کنند. چاره ای کنین مگس رو، نگو که چون مگسان هستن پس عمر من تلف می شود. چرا می دهد عمر تلف بشه در جدال با مگس؟ مگس رو دفع کن، آسوده باش و از عمر خودت بهره ببر. حالا بت پرستی چیه؟ ماندن در صور. و معنا پرستی چیه؟ گذشتن از صور. ببینید یه شعر خیلی زیبایی داره مرحوم شیخ محمود شبستری در گلشن راز، میگه مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. این حرف رو که خیلی ها براشون سنگین میاد، ثقیل میاد، ترش میکنن که یعنی چی؟ نه، خیلی حرف درستیه. ببین، به شرطی که شما بدونی که بت چیه. درست مثل این که شما یک زرشناسید، یک بت زرین که ببینید به صورتش کاری ندارید، شما میگید که اینجا زرشناسی و بیزنس به شما میگوید که این بت رو بگیر، بخر و ببر، استفادهش رو ببر. مسلمان اگر یک مسلمانی بداند که بت چیست، یعنی بفهمد که این بت یک موجود ممکن الوجود است، یک موجود فانی است، یک صورت آریتی بر او نهادند، حقیقت او مخلوق است و هزار نکته دیگه، اون وقت میفهمی که دین در بت پرستی است. یعنی اینکه حقیقت بت رو شما بدانید که حقیقت بت همون حضور خداوند در بت است، حضور خداوند در همه جا البته، من جمله در بت ها، من جمله در بت کده ها، به شرطی که موقوف صورت نباشی. موقوف صورت، این موقوف صورت بودن خیلی عجیبه و خیلی هم احتیاط لازم. ما خیلی وقتا خدا پرستیمون صورت پرستی است،
حالا ما بت پرستان رو طعن میزنیم و ملامت میکنیم که خب اونا هم صورت پرستی میکنن واقعا، گویی که کسانی امروزه پیدا شده اند از دین شناسان که به ما میگویند که بت پرستان هم واقعا صورت نمیپرستن، این بت ظاهر رو نماد و مظهر چیز دیگری میدانن، که خب این چنین باشه البته، یعنی عبور از صورت. ولی خود ماها هم همینطوریم، خیلی خداهای ساختگی تو ذهنمون داریم، اینا بت‌های ما هستن، خداهایی رو که ساختیم داریم میپرستیم. اینکه مولانا میگفتش که صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم، صد نقش برانگیزم با روح درآمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. یعنی همین طور این صورت‌ها رو من فدا میکنم و فنا میکنم از یکی به بالا. اگر یک صورت، یک درک از خداوند نزد شما منجمد شد، شما رفته رفته بدل به صورت پرست میشید، چون در همون نقش باقی ماندید. باید بشکنید، باید فراتر برید. گفت بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری. اون خدای کهنه رو باید نو کرد، یعنی باید نزدیکتر شد به او، او رو بهتر دید. نبادا بعضی از این صورتک ها و ماسک ها که ما بر او نهاده ایم ماسک های نادرستی باشه یا غبارآلود باشه و حقیقت او رو چنان که باید نشان نده و بپوشانه. ببینید صورت پرستی همون چیزیست که نهایتا تجزم میاره، یعنی جزمیت، یعنی تعصب، تعصب بیجا. آدمی که باز اوپن به اصطلاح گشاده به حقیقت هست، به میزانی که حقیقت خودش رو به اون نشان میده، او هم آغوش خودش رو باز میکنه و اجازه میدهد که این میهمان به سرای وجود او درآید. در غیر این صورت در خونه رو میبنده و میگه این میهمان من باش خوشم، ولی اینکه این میهمان دیریس مرده، اما این هنوز با او عشق ورزی میکنه، هنوز میره جلوی این میهمان مرده غذا میبره، آب میبره. عجیب است این واقعا. اینها مثال‌هایی است، ولی مثال‌های مهمی است برای کسانی که میخوان کاشفان فروتن حقیقت باشند، میخوان آغوش خودشون رو به روی حقیقت بگشایند و اجازه بدهند که خدا به اونها تجلی کنه و ظهور کنه. در رو نبندن، نگویند که برو من تو رو شناختم، تو رو بیش از این نمیخواهم. میگن که لیلا وقتی رفته بود پیش مجنون اواخر عمر، حالا افسانه است البته، مجنون با گفت تو دیگه من به تو احتیاجی ندارم، من از تو پرم، دیگه تو رو میخوام چیکار کنم. نه، این غلطه، هیچ عاشقی این رو نمیگه. این نشانه اون کسی است که مهمان مرده رو پذیرایی میکنه. باید در رو باز کرد و باید اجازه داد که این صورت ها بشکنند و معانی دریاوار فرو ریزند و آدمی رو در خود غرق بکنن. تازه با همه این جد و جهد مگه ما چیزی پیدا میکنیم؟ ولی همون اندکی هم که پیدا میکنیم میپوس. پس ببینید درس خیلی مهمی که از مولانا میگیریم، یکی این که عاشقی نقش خودش رو بر همه چیز میزنه، نقش خودش، آدم عالم، آدم موحد، آدم خداشناس اگر بوی از عشق نبرده باشه صورت پرست. صورت ها در جهان حقیقت دارن، یعنی وجود دارن، یعنی این یکی این بت رو میپرسته و اینکه اون بت دیگر رو میپرسته، شکل ها و صورت های مختلف. اما شخص نافذ، کسی که بصیرت نافذ داره، از صورت ها عبور میکنه، به وراء صور میرود، در این جهان عاریت ها رو میشکنه، به ماهیت ها میرسد به تعبیر مولانا. اون صورت هایی که دیگران اضافه کردن، یا زمانه یا تاریخ، قباهایی که بر تن حقیقت دوخته، اینا رو بیرون میاره، پاره میکنه، دور میافکنه، برای اینکه اون بدن رو، اون پیکر رو در خلوص خودش، در عریانی خودش ببینه و عاشق او میشه. البته ذهن ما عادت به قبادوزی داره، عادت به صورت سازی و پیکر تراشی داره، قبای تازه میدوزه، این قبا رو هم باید دوباره نو کرد و این کاریست که باید همواره کرد. اونایی که از کهنه میگریزند باید چنین بیاندیشند و چنین عمل کنند. و مولانا چنان که گفتم براتون عارف نو اندیش بود، به معنای اینکه کهنه گریز بود و به نوها
رو می آورد و معتقد بود که این چنین می توان سلامت روحی و روانی رو حفاظت کرد، این چنین می توان شاد بود و از افسردگی رهایی پیدا کرد و این چنین می توان با این حرکت کیهانی هم نوایی و هم آهنگی کرد. این حکایت گفته شد زیر و زبر، همچو فکر عاشقان بی پا و سر، سر ندارد چون زلزل بوده است پیش، پا ندارد با ابد بوده است خیش، بلکه چون آب است هر قطره از آن، هم سر است و پا و هم بی هر دوان، حاش لله این حکایت نیست هین، نقد حال ما و توست این. خوش ببین حکایت گفتن مولانا بی پا و سر است. اینها رو انشاءالله نوبت بعد خواهیم گفت. این همون بوتیقای مولانا است، یعنی نحوه روایتگری او که به زبان خود مولانا حکایت بی پا و سر و زیر و زبر است. یعنی اون نظمی رو که ناظمان انتظار دارن با خود ندارد، بلکه پیرو حال عاشق شاعر است، پیرو حال شاعر عاشق است. همون سرگشتگی و زیر و زبر شدنی که در روان او صورت میپذیرد، در زبان او و در بیان او هم ظاهر میشود. همین بوی عشق دادن است. خب اینجا متوقف شویم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام، خسته نباشین آقای دکتر، طبق معمول استفاده بردیم. سوال من اینه که در واقع وقتی که در واقع این آقای عرابی یه جور مبدل تبدیل شدن، مثل آب که جوش میاد و تبدیل به بخار میشه دیگه، یعنی در واقع جنسیتش فرق میکنه دیگه، جنسیت سابق نیست. بعد برای در جای دیگه مولانا تو شعراش مثلا گفته که وصل جبریلی در تو بود رفت. من میخوام بیدم زمانی که آدم تبدیل میشه امکان برگشت وجود داره یا نه باید همیشه آدم مینتیننس بکنه یه جوری که به اون حالت قبلی بر نگرده؟ بله، همیشه آدم زن که مخلص بر خطر باشد عظیم، چون آخرین مرتبه‌ای که گفتند آدمیان و سالکان به اون میرسن مرتبه اخلاصه، ولی والمخلصون علی خطر عظیم، همیشه امکان لغزش هست. هیچ تضمینی وجود نداره و این اون چیزیست که عارفان خیلی از آن میهراسیدن. گفت به هوش باش به هنگام باد استغنا، هزار خرمن طاعت به نیم جو نخرند. اینها خب شیطان رو دیده بودن، بلعم باور رو دیده بودن، که اینها علی رغم اینکه قرنها و هزارها سال عبادت کرده بودند و پرهیزگار بودند، ناگهان در جایی پایشان لغزید. ولذا همیشه باید از خداوند عصمت خواست، یعنی اینکه آدمی رو حفظ کنه. سلام آقای سروش. سلام. سوال ندارم، یه دفعه عرضی خدمتتون داشتم. مطلبی در مورد عتب فرمودید، حالا من نمیدونم چه کسی تشویق به چاقی کرده، ولی ما معمولا از چاقا میخوایم که لاغر شن، از لاغران میخوایم که چاق شن. یه قانون کلیه. قانون دوم این هستش که در این کشور آمریکا اخلاق پزشکی بر چهار اصل استواره، که از همه اینه یکیش این هستش که به کسی آسیب نرسونی، یکی این هست که منافع مریض رو ببین، آخرش هم این هستش که سیاه‌سفید برات فرقی نکنه، به همه برس، ولی مهمترین اصلش اتونومیه، که مریض حق داره هر چی دلش بخواد انجام بده. یعنی اگر من بگم که مثلا این به صلاح شماست که انجام بده، میتونه بگه نه من این کارو نمیخوام بکنم، میخوام مثلا غذا بخورم. من فکر کنم اون اشاره شما شاید به این مطلب بوده، و یا اینکه مثلا فرمودید عتبایی که چه میدونم منفعت پرست هستن، این حرفا اونا پزشک حساب نفرمایید. ولی اصل ماجرا این است که اینا اتونومی دارن اینجا، اینا شیر دیسیژن میکینگ میکنن، مثل ایران نیست. به ایران میگفتیم برو از پنجره خودت بنداز پایین، میگفتن خب اگر شما بگید میندازید. اینجا باید همه چیز باشه به قول معروف چیز کرد. خیلی ممنون از صحبت های شما و اشتراک گذاشتن دانشتون. مرسی، ببخشید. خیلی ممنون آقای دکتر. من یه سوالی خیلی وقت تو ذهنم هستش، الان چون اشاره کردین که کسانی که در محفل مولانا می نشستن عالمان نبودن، بیشتر عوام و مردم معمولی بودن، و این سوال من مربوط میشه به همین مسئله که شما قبلا هم اشاره کردین که مولانا زیاد با فقیهان در نمی پیچید، حالا
سیاستی که داشت یا هر چی، ولی کلن فقیهان نشون میده تاریخ که آدم های زیاد نرم و صافت و پذیرایی نبودن. و برای من عجیبه که مولانا چطور تونسته بود از دست اینا فرار کنه، حتی اگر که حالا در محفلش نمی اومدن یا هرچین، چون سخنان بسیار انقلابی نسبت به افکار فقیهان حتی الان تو این زمانمون وقتی که ما پای صحبت و تفسیرهای شما میشینیم، حتی با زمان حالمون هم صحبتهای بسیار جدید و چیزیه که خب قشر فقیه نمیپذیرتش. آیا این به خاطر غیر از حالا سیاستی که مولانا داشته، به خاطر مکانی که مولانا زندگی میکرده، یا به خاطر اینکه مثلا اون منطقه فقیهان قدرت اجرایی و اجتماعی و حکومتیشون کم بوده؟ چون همیشه این برای من سوال بود که چطوری تونستن مولانا از زیر تیغ هارش و تیز فقیهان در بره. بله، قبلا هم عرض کرده بودم، البته حالا همه شرایط جغرافیایی و اجتماعی اون دوره رو من یکی یعنی احصا نکردم که بخوام به طور دقیق بگم که شرایط چگونه بوده. در مناقب العارفین و در کتاب دوران نام آوردن که فقهایی که حتی نام بعضیاشون رو در اون شهر وجود داشتن، عرفایی که وجود داشتن، اطبایی که وجود داشتن، پاره از اینها خب نامشون آمده و دور و بر مولانا شلوغ بوده. این افراد بودن، رفت و آمد داشتن. حتی در همین حکایات آمده است که به دلیل اینکه مولوی به موسیقی می پرداخت، رباب می نواخت، در مجلس او رباب می نواختن، رقص و تواجد و سماع می کردن، فقیهان کسی رو از مولانا فرستادند و او رو منع کردن، نهی کردن و کارهای او رو خلاف شرع خواندن. مولانا هم با اون تنازی مخصوص خود گفت من همه چیز دنیا رو به فقیهان وانهادم و از تمام مال و مکنت دنیا همین یک رباب رو برگزیدم، اگر آقایون میفرمایند تا این رو هم تقدیمشون کنم. و با این طنز و با این سخن به ظاهر لبخند آمیز و در باطن با بی‌اعتنایی از کنار اونها گذشت. ممکن است که قدرت فقیهان هم اونچنان بالا نبوده، اما خب چند چیز دیگه هم بعد در نظر داشت. یکی اینکه خود مولوی فقیه بود. اگر یک آدم عادی بود، اگر یک درویش عادی پشمینه پوش ساده بود، به احتمال زیاد بر او غلبه می‌کردند. می‌توانستند که او رو باز دارن یا نفی بلد بکنن یا مزاحمت‌های جدی برای او ایجاد کنن. ولی خب مولوی هم پدر داشت که بسیار مشهور بود و سلطان العلماء نامیده می‌شد و هم خودش خب از درجات علمی بالایی برخوردار بود، مفتی بود، فتوای فقهی میداد، تا آخر عمرش هم این کار رو میکرد، خوب درس خونده بود و میشناختنش، لذا از این حیث نمیتوانستن با او هماوردی کنن. یعنی چنان نبود که مواجهشون با مولوی مثل مواجهه با یک فرد عادی و عامی باشه. نکته سوم، منزلتی است که مولوی نزد امرا و حاکمان اون منطقه داشت. وقتی حکایت‌های مربوط به او رو می‌خونیم و شفاعت‌هایی که مولوی برای دیگران می‌کرد، نامه‌هایی که به امیران می‌نوشت و این نامه‌ها الان هست و چه نامه‌های زیبا و نیکویی است، این نامه‌ها رو می‌خونیم، خب می‌بینیم که او رو بسیار قبول داشتند، حرفش رو می‌شنیدند و تقاضاهای او رو می‌پذیرفتند. مثلا فلان زندانی رو آزاد می‌کردند، فلان کسی که بدهکاری داشت گرفتار شده بود بدهکاریش رو میپرداختن، چیزهای از این قبیل. اون روزگار خب این کارها خیلی کارهای مهمی بود، به خاطر اینکه نظم و قانون درستی که وجود نداشت، حکم امیر بود، حکم سلطان بود، کسی میرفت سعایتی میکرد و یا بهانه های دیگری و مشکلات برای مردم پدید میآوردن. اینجا بود که خب مولوی خودش رو خرج میکرد، پا به میدون میگذاشت بابت این مظلومین و محرومین و حاجتمندان، نامه می نوشت، وساطت می کرد، شفاعت می کرد. خب این منزلتی که او نزد امیران داشت، همین هم مانع بود، حاجب بود، یعنی دیگران هم ملاحظه می کردن، نمی توانستن با او در بپیچند و
راه رو بر او ببندند. پاره ای از همین بزرگان، عمرای شهر، مثلا فرض کنید معین الدین پروانه که نامش زیاد تکرار میشه در مناقب العارفین و حکایات مربوط به سر گذشته مولانا، اینا به خانقاه مولانا می اومدن، پای درسش می اومدن، در مجالس رقص و سماع شرکت میکردن. خب اینا حامی او هم بودند و نمیذاشتن مزاحمان برای او مزاحمتی ایجاد بکنن. مولانا رفت و آمد داشت با اینها، یعنی اینطوری نبود که رابطه خودش رو قطع کرده باشه. همین هم باعث میشد که باز آفت اونها کمتر بشه، به او آسیب کمتری برسانه. حالا از زبان خود مولوی اگر بخوایم بشنویم، او یک تفسیر عرفانی میکرد این وضعیت خودش رو. شما سوالتون از من تفسیر عرفانی نیست، یعنی توضیح و تبیین اجتماعی است، ولی در مناقب العارفین هست که پسر مولانا از مولانا همین سوال کرد، گفت آقا گذشتگان یک هزارم سخنان شما رو گفتن، به چه گرفتاری های گرفتار آمدن، سرشون بر دار رفت، ولی شما هزار برابر اونها گفتی و کسی به شما تعرضی نکرده و آسیبی نرسونده. مولانا در جواب گفت که مرتبه اونها، یعنی اون پیشینیان، مرتبه عاشقی بود و عاشقان بلاکش باشند و مرتبه من مرتبه معشوقی است و معشوقان بلاکش نیستند بلکه سرخوشند. اینم تفسیر و تعبیر خود جناب مولانا بود که یعنی خداوند گویی او رو به مرتبه معشوقی رسانده است و معشوق دیگه بلاکش نیست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. این هم تفسیر خود او بود. البته یادمون باشه شهر کلن کوچک بود، قونیه جمعیت خیلی زیادی نداشت، تعدادشون هم که مسیحی بودن، خیلی هاشون پناهنده بودن، از ایران فرار کرده بودن، مثل خود مولانا از پیش پای مغول و هجوم مغولان و به اونجا آمده بودن. خب اینا دیگه اگر میخواستن وقت خودشون هم صرف جدال بکنن، مثل خیلی از این پناهنده های اینجا و کسانی که از ایران گریختند و به خارج کشور آمدن، که متاسفانه همزیستی مسالمت‌آمیز رو هنوز خوب نیاموختن، مقدار زیادی از وقتشون رو صرف نزاع و صرف طرد کردن دیگران میکنن، گویا اونا عاقل‌تر بودن، این کار رو نمی کردن. همشون خطر رو در کنارشون می دیدن، یعنی گفتن فردا مغولان به اینجا هم می رسن. خوشبختانه نرسیدن به اونجا و قبل از اینکه، البته آمدند، یعنی رفتن، حتی همین معین الدین پروانه رو، بیچاره رو گرفتن، پوستش رو هم زنده زنده کندن. و یه غزلی هم مولانا داره که میگه نگفتم ات مرو اونجا که مبتلات کنند، که سخت دست درازند بسته پات کنند، میگن مربوط به او بوده. ولی به طور کلی شهر در تسخیر اونها در نیامد و مردم آسوده خاطر ماندن. با همین احوال، یعنی به این دلایل مختلف، احتمالاً مولوی از شرایط زیستی بهتری برخوردار بوده و کمتر کسی متعرض او میشده. سلام آقای، شبتون بخیر، خیلی سپاسگزارم. یک سوالی که میخواستم، در حقیقت سوال فرعی که با توجه به مباحثی که امشب رفت میخواستم بپرسم، این بود که شما یک دید انتقادی هم بعضن دارید به تعالیم صوفیه و سلوکشون. امشب ظاهرا تایید کردید، حالا اون بحثی هم که دوست پزشکمون داشتن، که امساک در خوردن و اینها. یک سوالی که خواستم بپرسم، میخواستم بدونم که شما برداشتتون در مورد امساک در خوابیدن مثلا چیه، و همینطور ورزش، چون جالب، یعنی اونم یه دون پرورش تنه، حالا یه جور تناقضی انگار وجود داره بین راه حالا دنیا و عقبا و اینها. میخوام ببینم که این تناقض رو در دید شما به چه ترتیبی هست. و یکی دیگه، یه سوال دیگه که باز هم مربوطه، احساس میکنم جایگاه کار در دید مولانا، من برداشتی تا حالا خودم نداشتم که این کار رو در چه حدی شغل رو جدی میگرفته یا در حد مثلا خودش خود کار رو چیز مقدسی میدونسته، چیزی که مثلا به سلوک کمک میکنه، یا اینکه نه در حد برآوردن نیازهای اولی و باقی رو مثلا وقت رو میگفته به جور دیگه باید گذرونده. میخوام در دید اون و در دید تعالیم مولانا این رو بدونم. خیلی ممنونم. بله، عرض میشود که در مورد حال اولتون که مثلا برای ورزش چه جایی باز میکرده و اینا،
نه هر چیزی که موجب پرورش تنه، یا به تعبیر دیگه نه هر چیزی که تأمین نیازهای بدنه مذمومه اصلا و ابدا. خب ورزش هم اگر موجب سلامتی بهتر بشه هیچ مشکلی وجود نداره، درست مثل غذا خوردن. ورزش هم یه نوع غذاست برای بدن، برای چالاکی بدن، ورزیدگی و سلامت که خب هممون میدونیم. غذا خوردن هم همینطوره، آب نوشیدن هم همینطوره. منتها سخن اینها این بودش که برای رسیدن به یه درجاتی یه محرومیت هایی لازمه. ببینید تا حدودی هم این طبیعیه، یعنی معقوله. شما وقتی که مثلا در سفرین، خب هیچ وقت مثل حضر، یعنی وقتی که در خانه‌تون هستید اونجوری غذا نمیخورید، اونطوری رفتار نمیکنید، کلن رفتار یک مسافر رو دارید. چالاکید، غذا کم برمیدارید یه جوری که با راه رفتنتون، با سفر کردنتون مناسب باشه. لباس اونقدر زیاد هر روز عوض نمی کنید، لباسای شیک نمی پوشید، خیلی دنبال زر و زیور نیستید، اصلا حواستون فقط صرف سفر میشه برای اینکه به مقصد برسید. وقتی که به مقصد رسیدید، خب البته مسئله فرق میکنه. ببینید یه صوفی خودش رو در سفر میدانست. اصلا این مفهوم مسافر بالاترین مفهومی است که اینها داشتن، هم کلمه سالک دیگه. ما همیشه در راهیم، ما راهرویم، ما ننشستیم سر جامون که تکیه بدیم و دیگه آسوده و بیان ما رو باد بزنن و یکی غذا برامون بیاره و مثلا هی دنبال توسعه خونمون باشیم، توسعه این متملکاتمون باشیم، لباس بیشتر بخریم، خوراک بهتر. گفتن اینا ما رو از سلوک باز می‌داره. لذا مفهوم سفر رو، سالک بودن و مسافر بودن رو فراموش نکنید. آدمی که مسافره یک جور زندگی میکنه، واقعا اگر فکر کنه که مسافر دائمه. و اینا میگفتن دیگه، میگفتن ما همیشه در راهی، مقصدی وجود ندارد که ما بگیم رسیدیم و به خورشید رسیدیم و قبار آخر شد. بر هر آنچه یافتی بالله و ایستد، هزاران حضرت هست این بارگاه، صدر راه توست، راه صدر توست. یعنی این راه همون صدریست که میخوای بری تکیه بزنی، همیشه راه باید باشی. یا فرض کنید مثل یک آدم جنگجو، چریک. ببینید بسیاری از اخلاقیات قرآن و اخلاقیات اسلام اخلاقیات جنگاوران است. شما که در میدان جنگید یا راه افتادید برای اینکه به میدان جنگ برسید، خب سبک میپوشید، سبک بر میدارید، ورزش میکنید، تحمل میکنید دوری از خانواده رو، کم میخورید، کم میخوابید، یعنی به اصطلاح مراقب دشمنید که به شما حمله نکنه، اهل صبر میشید، اهل تحمل رنج میشید، از هر رنج کوچکی گله نمیکنید، نازنازی نمیشید، متنعم و نازپرورده نمیشید. بسیاری از اون چیزهایی که شما در قرآن میخوانید، اهل توکل میشید، یعنی به مقصد خودتون توکل میکنید و دنبال پیروزی میگردید. یک صوفی هم در میدان جنگ، میدان جنگ با نفس، جهاد اکبر چنان که خودشون میگفتن و از پیامبر می آوردن که ایشون گفتن از جهاد اصغر می رویم به جهاد اکبر. اگر این تصویر رو شما در نظر بگیرید، و یا زندانی، همه اینا تصویرهایی که خودشون دادن. زندانی نمیخوره و نمیخوابه، فکر فرار از زندانه. لذا نوع زندانی بودنش و نوع زندگیش در زندان با دیگر زندانیان فرق میکنه. همه این تعلیماتشون که کم بخورین، کم بخوابین، کم بگویید، که اینا همه توی این کانتکست معنی میده. ولی تو کانتکستی که کسی سالک نیست، کسی پیکارجو نیست، کسی مسافر نیست، کسی زندانی نیست، یعنی این تلقی ها رو از خود نداره. خیلی از این حرفا واقعا بی‌معنی جلوه میکنه. خب یعنی چی؟ ما خب اومدیم تو این دنیا بالاخره یه غذای خوبی بخوریم، مهمونی بدیم. ولی وقتی که طرف فکر میکنه که خب هر لحظهش حسابه و مهمه برای او، برای یک سالک، مثل اینکه هر قدمی که برمیداره مهمه، اون رو نزدیکتر میکنه به مقصود، وقت در اون صورت روی همه این چیزها حساب دیگری باز میکنه. با همه این احوال این سالک البته باید از یک سلامت حد اقلی برخوردار باشه، از یک ورزیدگی حد اقلی، یه لباسکی، یه خرقه، یه جامعه، یک
آبی، یک خوراکی، یک پوشاکی، خب بله ایناش هست دیگه، اینا رو هم کسی انکار نمی کرد، مگر پاره از اون افراطیونی که خب بالا سخن ما بر سر اونها نیست. این در مورد نکته اولتون. اما نکته دوم که مسئله کار، خب این خیلی مسئله مهمیه. ببینید اینجا ما دو دسته صوفیان داشتیم. میدونید خب خانقاه نشینی از وقتی که باب شد و تعدادی اصلا شیوه زندگیشون این شد که ترک کار بکنن، ترک کار واقعا و ترک خانواده بکنن یا اصلا خانواده اختیار نکنن و برن و خانقاه نشین بشن و خلوتگزین بشن، خب از توی این خیلی آفت ها اومد بیرون و همونها بود که مولوی هم بارها در مثنوی طعن میزنه و نقد میکنه و ملامت میکنه و این آفات رو به رو بیاره و به رخ میکنه. یکیش این بود که اینا درس نمیخوندن، میگفتن ما نشستیم برای شهود، برای اینکه اون علم بیاد و در وارد قلب ما بشه. بی سواد میموندن، عمدن بی سواد میموندن، که غزالی خیلی طعن میزنه در این و مولانا هم خب این روش رو البته قبول نداشت. بعضی هم البته سوء استفاده میکردن از تعلیمات این حضرات. اما بله خانقاه نشینی یکی از مختصاتش این بود که اینا کار نمیکردن و به همین سبب هم گاهی روزهای بسیار اینا گرسنگی میکشیدن چون چیزی نداشتن بخورن. هموارم منتظر بودن که اغنیا، پولدارا، سرمایدارا فتوح بدن، یعنی بیان نظری، خرجی برای خانقاه بیارند و یه شب، چند شب، پولوی، گوشتی، کله پاچه چیزی فراهم کنند و به صوفیان بدن و به قول مولانا دیر یابد صوفی آز از روزگار، زن سبب صوفی بود بسیار خار. به همین سبب هم پرخور می شدن، طماع می شدن، با ولع وقتی که چیزی رو گیر می بردن می خوردن چون مدت ها گرسنگی کشیده بودن. قصه اون بیچاره‌ای که با خرش وارد خانقاه شد و بعد اینا رفتن خرش رو کشتن و گوشتش رو کباب کردن اردن خوردن در مثنوی همه شنیدی. اینا حکایت از چیزی میکنه، از اینکه فقر حاکم بر خانقاه ها بود، دست نیاز پیش پولدارا و اغنیا دراز کرده بودن و خود این خانقاه نشینان کاری و کاسبی نداشتن. اما از اون بر ما صوفیانی داریم، مثلا علاءالدین سمنانی که در ایران میزیست، در سمنان، و ایشان از کسانی بود که معتقد بود که صوفیان باید کار بکنن، اینکه حتی خانقاه بنشینن فقط ذکر بگن، دنبال این باشن که کسی چیزی از جایی بیاره و نظر اینها بکنه نباید باشن. به همین سبب زمینهای زیادی رو بیرون خانقاه خودش گرفته بود و مزرعه کرده بود و روزا صوفیان رو میفرستاد که اینجا کار بکنن و این رو حقیقتاً یک جزء لازم از سلوک اونها میشه بود. احتمالاً هم آفاتی رو که از بیکاری به جان بلکاری از صوفیان افتاده بود میدید و لذا علاج میکرد. چون ببینید همطوری که مولانا با یک لحن خیلی درشتی بیان میکنه که علامت رنجیدگی بسیار اوست، میگوید که صوفی گشته به نزد این لعام الخیات و لوات و سلام، پیش این فرومایگان، این لعیمان تصوف تبدیل شده است به خیاطه و لواته، یعنی خیاطی یعنی خرقه های بر خودشون بدوزن و لوات کنن. برای اینکه این خانقاه ها خیلی محیط مردانه بود و یکتفون الرجال و به رجال، به همین سبب خب اون آشنایان یعنی اون تیزبینان اینها رو میدیدن این آفت ها رو و تذکر هم میدادن و در علاجش هم میکوشیدن. این یه نکته که خب تصوف ما یا دست کم در پاره از جاها مشایخ به این معنا پی بردن که باید روزانه کار مفید و مولد به صوفیان و خانقاه نشینان بدهن و اونها رو مشغول کنن و این تنها نباشه که بنشینن ذکر بگن و دور هم گعده بکنند و قصه های باطل و هزل های فاسد و مفسد بگن. اما مولانا ضمناً یک نکته دیگه راجع به کار داره که من بارها این رو هم در ضمن این دروس گفتم و اون این که میگه بالاترین کار این است که آدم حضور نزد خداوند داشته باشه یا برای او کار کنه. کار آن دارد که حق را شد مرید، بهر کار او زهر کاری برید، دیگران چون کودکان این روز چند تا به شب بر خاک بازی میکنن یا به شب ترحال بازی میکنن فرق نمیکنه. ببینید
این که آدمی برای خدا کار بکنه دو معنا داره. یه معنا این که خب واقعا کسب حلال بکنه و فی سبیل الله، و این عبادت هست به لحاظ شرعی هم یکی از بزرگترین عبادت هاست، انسان حرام خوار نباشه، کاری نکنه که محتاج دیگران باشه، بسیار بسیار عالیه، درآمدی داشته باشه، حتی با این درآمدش انفاق بکنه. همون قصه سعدی با اون درویش در بیان توانگری دقیقا همینه که سعدی به اون درویش میگه که شماها کار نمی کنید و به طور کلی فقر رو مذمت میکنه، میگه ببین بیشتر این دزدهایی که الان توی زندانن اینا که از بینوایی و فقر مجبور به دزدی شدن، اگه چیزی داشتن که این کارا رو نمیکردن. البته او هم مفاسد توانگری رو به خیال خودش بیان میکنه. خب این البته درسته، این یک معنای فی سبیل الله کار کردن، رسیدن به خلق خدا. عبادت به جز خدمت خلق نیست واقعا، و کاسبی هم خدمت به خیشتنه هم خدمت به خلق دیگه، بالاخره احتیاجات دیگران رو برمیاد و عبادت بزرگی است. ولی یه معنای دیگه هم داشت و اون که واقعا شخص، یعنی این معنای دومی که غزالی هم میگه همون معنایی است که ما ممکنه امروز دیگه اون رو نپسندیم. غزالی میگوید که الاهتمام به رزق قبیح و من العلماء اقبح، دنبال رزق رفتن قبیح است و از علما قبیح تر است. یعنی علما اصلا نباید دنبال رزق برن، بنشینن کار خودشون که ارشاد مردم انجام بدن، نه به خاطر اینکه مردم به اونها چیزی بدن، یعنی همون سقف معیشت رو بر ستون شریعت نزنن، بنشینن. بعد اون میگوید که رزقشون میرسه، رزق اندکی میرسه، به شرطی که اینها دنبال غذاهای الوان نباشن، غذاهای رنگارنگ نباشن. اما خب کمتر کسی میتواند این چنین زندگی بکنه و چنین قناعت فقر آلود استخوانسوزی رو پیشه بکنه. به همین سبب هم خب در عمل اینا اتفاق نمی افتاد. اما اینکه کار رو قداست ببخشن، نه این نبود نزدشون. یعنی اصلا بگن که کار، اصلا بیکاری در واقع فساد است، کار جزوی از سلامت آدمی است، تشویق کنند به کار کردن، این نه، این رو من نزد صوفیان ندیدم، در تعلیمات مولانا هم نیست. دوستان رو دوباره دیدار میکنی. ممنونم از یکایک عزیزان حاضر در این مجلس و همه رو به خداوند بزرگ میسپارم.